سلام به تمام شما نظامی دوستان و عزیزان میلیتاریست که به کانال خودتون اومدید تا با حاشیه نیوز یه نظامی دیگر رو تجربه بکنید. توی جدیدترین اتفاقات نظامی که خیلی خیلی مرموز به نظر میرسه، صنایع موشکی تومر اسرائیل رفت هوا که بعضی از عزیزان جوگیر شدن و فرمودن که بالاخره جنگنده قاهر اولین عملیات خودش رو با موفقیت انجام داد. نه عزیزان، اون جنگنده پروژه شکست خورده بود که آخرش هم معلوم نشد چی شد، چون پروازش هم اصلا دیده نشد. و بعد از این طنز پردازی، عزیزان دیگه این طنز رو کامل کردن و گفتن که حتما خلبان این عملیات هم عباس بوعزاره. اما از جنبه های فان این واقعه میمون اگه بگذریم، امروز میخوایم توی حاشیه نیوز ببینیم که این مرکز مخصوص چه بخش از صنایع موشکی اسرائیل بوده و بعد از اون هم بپردازیم به انفجار بعدی که در اسرائیل رخ داد و از ماجرای پاسخهایی که به انفجار نطنز داشتیم و بعد از کشتی که شکار کردیم در این قسمت از پاسخهای ایران به اسرائیل انفجارهای موشکی رو داشتیم که خیلی مشکوک از طرف سوریه انجام شد. راستی از تصمیمات هسته‌ای که در ایران گرفته شده هم براتون خبرهای خوشی آوردیم. خلاصه اینکه قراره توی این برنامه کلی با هم حال بکنیم، پس بیایید با ویدیویی که پهپاد ایرانی از ناو هواپیما بر ضبط کرده شروع کنیم. راستی فراموش نکنید که کلید سابسکرایب رو هم بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. صبح روز چهارشنبه گزارش دادن توی یکی از کارخونه‌های امنیتی حساس در فلسطین اشغالی انفجار مهیب به وقوع پیوسته. روزنامه اسرائیلی هارتس خبر داد این انفجار مهیب صبح امروز توی یه تأسیسات امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی به وقوع پیوسته و هنوز هم جزئیاتی درباره تلفات احتمالی این انفجار در دسترس نیست. طبق این گزارش، ساکنان فلسطین اشغالی صبح امروز دود خیلی زیادی در گوشدان رؤیت کردن و اقدام به عکس‌برداری از اون هم کردن. هارتس در این باره نوشت که این انفجار توی کارخونه مخصوص تولید تسلیحات پیشرفته از جمله موشک به وقوع پیوسته. با این حال این روزنامه اسرائیلی مدعی شده که این انفجار در پی آزمایش عادی به وقوع پیوسته، اما به احتمال زیاد در برآورد میزان خسارت ناشی از این آزمایش اشتباهاتی صورت گرفته و در نتیجه یک انفجار بزرگ به وقوع پیوسته. پایگاه خبری عرب 48 هم در این ارتباط خبر داده که این انفجار توی شهر ارمله و در مرکز فلسطین اشغالی رخ داده. طبق گزارش منابع اسرائیلی این کارخونه متعلق به وزارت دفاع اسرائیل. انفجار کارخونه تومر اسرائیل احتمالاً بود به موتور مرحله اول ماهواره برای شاویت 3 هستش. TU-93 حدود 11 متر طول، 2.34 متر قطر، 50 تن وزن و 45.69 تن سوخت جامد از نوع HTPB داره. ماکسیموم رانش این موتور حدود 2228.5 SL و ضربه ویژه اون هم 2442 و زمان سوزش اون هم 56.5 ثانیه است. ماهواره برای شاویت 3 حدود 68.5 تن وزن و 26 متر طول و 2.34 متر قطر و توان قرار دادن یه ماهواره 800 کیلوگرمی در مدار SSO رو داره. انفجار قدرتمند توی کارخونه موشکسازی تومر در سرزمین اشغالی احتمالاً مربوط به موتور مرحله اول ماهواره برای شاویت 3 هستش. منابع محلی بامداد پنجشنبه از به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله موشکی توی شهرک‌های اسرائیلی نشین اطراف نوار غزه خبر داد. خبرگزاری فلسطینی شهاب گزارش کرده که آژیرهای هشدار در نقب اشغالی به صدا درآمدند. بعد از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار دهنده توی شهرک‌های نزدیک نوار غزه، صدای انفجار مهیبی شنیده شده. این خبرگزاری نوشته که شهرک نشینان اسرائیلی توی شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بعد از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در اطراف نوار غزه، یه انفجار در جنوب کرانه باختری شنیدند. شبکه 12 تلویزیونی اسرائیل گزارش کرده که صدای آژیرها توی منطقه ابو قرینات نزدیک دیمونا در نقب پخش می‌شده. به نظر می‌رسه یه موشک از نوار غزه به سمت منطقه دیمونا شلیک شده. خبرگزاری شهاب به نقل از ساکنان جوامع بادیه نشین توی نزدیکی‌های دیمونا نوشته که خونه‌های ما به دلیل انفجاری که بعد از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار رخ داد لرزید. شاهدا هم میگن که بعد از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار، صدای انفجار شدیدی در سراسر مناطق الخلیل، اورشلیم و رام الله شنیده شده. با این حال، روزنامه‌نگار اسرائیلی الموجل بویکر مدعی شده که هیچ موشکی از نوار غزه شلیک نشده. خبرنگارای اسرائیلی گزارش دادن از منطقه مابین بئر و سبع و دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی صدای آژیر هشدار حمله موشکی شنیده شده که به گفته اونها این منطقه برای حملات موشکی معمول نیست. خبرنگار روزنامه جروزلم
پست هم نوشته که صدای شنیدن انفجار در اورشلیم، مودیئین، رخوت، کریات اونو، بئر سبع و چند تا منطقه دیگه هم به گوش رسیده. گزارشی از به کار گرفتن سامانه پدافندی پاتریوت هم منتشر شده. با اینکه هنوز منبع این انفجارها مشخص نیست، اما گزارش‌های تایید نشده حاکی از اونه که سامانه پدافندی پاتریوت یه فروند موشک رو در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونا رهگیری کرده. خبرنگار شبکه 13 تلویزیونی اسرائیل از قدس اشغالی گزارش داد که ساکنان اورشلیم، همون قدس اشغالی و مودیئین، در شمال و جنوب از ترس از دست دادن جون خودشون به لرزه افتادن. خبرگزاری شهاب به نقل از روزنامه اسرائیلی بوئز جالون نوشته که نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در آمدن و انتظار میره که موشک از سوریه شلیک شده باشه. خبرگزاری فلسطینی صفا هم به نقل از منابع عبری زبان گزارش داده که تخمین زده میشه که یه فروند موشک شلیک شده از سوریه توی یک منطقه باز در شرق نقب فرود اومده. خبرنگار شبکه صدای آمریکا هم نوشته که این در حالی هستش که اسرائیل به تازگی سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف راکتور اتمی دیمونا و بندر ایلات رو به دلیل نگرانی از حملات موشکی و پهپادی تقویت کرده بود. وبگاه اسرائیلی 0404 هم گزارش داده که یه موشک زمین به هوا از سوریه به سمت هواپیمای اسرائیلی شلیک شده بوده و توی نقب اشغالی فرود اومده و سامانه‌های پدافندی اسرائیل موفق به مقابله با اون نشدن. این اتفاق در حالی هستش که ظهر چهارشنبه هم رسانه‌های اسرائیلی از وقوع یه انفجار توی مرکز فلسطین اشغالی خبر دادن. این رسانه‌ها در پی قوانین سختگیرانه و سانسور شدیدی که ارتش بر اون‌ها اعمال می‌کنه، این انفجار رو یه حادثه نچندان مهم جلوه کردن. اما بیایم توی کشورمون از تأسیسات هسته‌ای براتون بگیم. بر اساس گزارش رویترز، ایران سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای توی غنی‌سازی زیرزمینی نطنز نصب کرده و قصد داره حتی تعداد بیشتری رو هم از این قبیل نصب بکنه. ایران رسما برنامه خودش رو برای تولید سانتریفیوژ پیشرفته IR4 در تأسیسات زیرزمینی نطنز اعلام می‌کنه. ایران قصد داره از سانتریفیوژهایی که در ادامه براتون میگیم واسه غنی‌سازی UF6 طبیعی تا 5% و U234 و U235 در تأسیسات زیرزمینی نطنز استفاده بکنه. در مجموع 6084 سانتریفیوژ IR1 توی 36 آبشار، 1044 سانتریفیوژ IR2M در 6 آبشار، 1044 سانتریفیوژ IR4 در 6 آبشار و 174 تا سانتریفیوژ IR6 در 1 آبشار. و توی 21 آوریل آژانس توی تأسیسات زیرزمینی نطنز تایید کرده که 30 آبشار تا 5060 سانتریفیوژ IR1، 6 آبشار تا 1044 سانتریفیوژ IR2M و 2 تا آبشار تا 348 سانتریفیوژ IR4 غنی‌سازی UF6 طبیعی تا 5% نصب شده که تعدادی از اونها در حال استفاده بودند. توی گزارش قبلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای توی 31 مارس گفته بود که ایران از 696 سانتریفیوژ IR2M و 174 تا سانتریفیوژ IR4 توی تأسیسات زیرزمینی نطنز استفاده می‌کنه. این تعداد نصب گسترده سانتریفیوژها قابل توجه دوستانی باشه که مدام اصرار دارن به مردم تلقین بکنن که ایران ظرفیت غنی‌سازی خودش رو از دست داده، در حالی که کمتر از 2 هفته بعد از حادثه نطنز ما می‌بینیم که علاوه بر سانتریفیوژهای نسل 1 سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای هم به سرعت نصب شدن یا در حال نصب هستند. اگر چنانچه ایران به روند جایگزینی سانتریفیوژهای تخریب شده در انفجار نطنز با سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه بدن، همونطور که انتظار می‌رفت، ظرفیت غنی‌سازی ایران یه جهش قابل توجه نسبت به قبل از حادثه خواهد داشت که البته با همین تعداد ماشین پیشرفته نصب شده هم شاهد اون هستیم. تا برنامه بعدی از هاشی نیوز، خدا نگهدار.